این سگ روباتیک اینجا در بت نمایشگاه فناوری‌های آموزشی بریتانیا در لندن هنرنمایی می‌کند، در واقع یک ربات معلم است که تخصصش آموزش در مورد هوش مصنوعی به دانش آموزان دبستانی است. نمایشگاه فناوری‌های آموزشی بریتانیا که از اواسط دهه 80 میلادی و ورود واحد درسی کامپیوتر و آیتی به مدارس این کشور هر سال برگزار می‌شود، به تازگی آخرین تکنولوژی‌ها در حوزه آموزش را به نمایش گذاشت. جای تعجب نیست که هوش مصنوعی یکی از موضوعات اصلی در این نمایشگاه بود و بسیاری از شرکت‌ها از سراسر جهان راه‌های خلاقانه آموزش این فناوری پیشرو به نوجوانان را به نمایش گذاشتند. آلن چان، مدیر عامل 5G نیو مولتی میدیا، از هنگ کنگ به لندن آمده تا توانایی‌های این ربات در آموزش برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی را به علاقه‌مندان این حوزه معرفی کند. For student, they should learn AI. دانش آموزها باید هرچه زودتر با هوش مصنوعی و کاربردهای اون آشنا بشن. در واقع اهمیت این ربات معلم هم همینه که مفاهیمی مثل کدینگ و هوش مصنوعی را به زبان ساده به دانش آموزهای سطح ابتدایی و دبیرستان یاد میده. با اینکه نزدیک به 10 سال از بروز رسانی مفاد درسی مدارس ابتدایی در بریتانیا می‌گذرد و طبیعتاً واحد درسی مشخصی برای هوش مصنوعی در نظر گرفته نشده، ولی همچنان محتوای دروسی که به علوم کامپیوتر مربوطند تمرکز خود را روی هوش مصنوعی و برنامه نویسی افزایش دادند. راجر گروگن، بنیانگذار جم کدینگ، شرکتی که روی آموزش کامپیوتر، کدنویسی، مدارات الکترونیکی و هوش مصنوعی تخصص دارد، میگوید هدفش ایجاد اشتیاق به فناوری در میان دانش آموزان بریتانیایی است. آموزش هوش مصنوعی به ابتدایی ها مهم و ضروریه. اونها باید راه های استفاده از این فناوری رو یاد بگیرن و باید با اونها در مورد استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی و خطرات بالقوه این فناوری هم صحبت بشه. ماینکرافت، بازی کامپیوتری محصول شرکت مایکروسافت هم که به تقویت روش‌های کاوش یا جستجوی خلاقانه مشهور است، حالا بخشی را به هوش مصنوعی تخصیص داده تا دانش آموزان را به یادگیری استفاده از این فناوری تشویق کند. مدارس بریتانیا معمولاً اشتراک سرویس‌های گوگل یا مایکروسافت برای آموزش را به صورت رایگان در دسترس دانش آموزان قرار می‌دهند. مؤسسه رازبری پای با هدف ترویج مطالعه علوم کامپیوتر میان نوجوانان در بریتانیا تأسیس شده. هرچند علاقه‌مندان به فراگیری علوم کامپیوتری از طریق محصولات جذاب رازبری پای به نوجوانان و دانش آموزان محدود نمی شود و طرفداران پروپا قرصی هم از تمامی گروه‌های سنی دارد. در این نمایشگاه که اخیراً در لندن برپا بود، بیش از 30,000 نفر از 120 کشور حضور داشتند تا راه‌های آماده سازی نسل نوجوان بریتانیایی برای زندگی در دنیای مجهز به هوش مصنوعی را از نزدیک دنبال کنند. نریمان فروغی، لندن.